سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یه ویدیو متفاوتی میخواستم براتون بگیرم، در واقع میشه یه ولاگ خونگی. یه مدته که دوستانم توی اینستاگرام و جای دیگه از من میپرسن که چجوری مهاجرت کردید، طریقه مهاجرت رو میخواستن بدونن و راههاشو میخواستن بدونن، در خصوص راه های رسیدن به خدا که به تعداد آدم هاست و اطلاعات میخواستن و من فکر کردم که بهتره که یه ویدیویی بگیرم و یه اطلاعاتی بهتون بدم. ولی خب من چون خودم برای مهاجرت اون اقدام نکردم و همسرم این کارو کردن، به خاطر همین از همسرم میخوام که بیان و با کمک همدیگه یه توضیحاتی رو در این مورد به دوستانم بدیم. و حالا خواهش میکنم از همسرم که میخوام رونمایی هم ازش میکنم که تشریف بیارم و بفرمایین. سلام علیکم بکنین. سلام، وقت شما بخیر. من بهنام هستم، خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم. نرگس رو من گفتش که بچه ها از طریق اینستاگرام و یوتیوب ازش پرسیدن در مورد مهاجرت به کانادا و از من خواستش که اون راهی رو که ما خودمون رفتیم رو خدمت شما بگیم. حالا میگم من وکیل مهاجرت نیستم، اون چیزی که میگم فقط تجربیات خودمه که با شما در میون میذارم. ما سال 2013 به کانادا مهاجرت کردیم و از طریق فدرال اسکیل ورکر که میشه مهارت شغلی، از اون طریق اقدام کردیم برای کانادا. من رشتم زیست شناسی بوده و به خاطر همون از طریق شاخه زیست شناسان اقدام کردم. خیلی کار پیچیده نبود، به خاطر همین من وکیل هم نگرفتم و خودم انجام دادم. یه سری فرمایی داشت که از وبسایت اداره مهاجرت کانادا دانلود کردیم و پر کردیم، فرستادیم و بررسی کردن. حالا میگم چیزایی که هست خودتون هم میتونین ببینین. من میتونم لینکش رو هم توی یوتیوب بذارم، یوتیوب نرگس، که از اونجا نگاه بکنید، canada.ca، که اگه برین قسمت ایمیگریشن میتونین ببینید. نمره ای که باید بگیرین که مورد نیاز هست 67 امتیازه که باید اون 67 امتیاز رو بگیرید، که اون 67 امتیاز تقسیم شده به چیزهای مختلفی. یکیش زبان انگلیسی، مهارت زبان شما، که زبان انگلیسی میتونه باشه یا همچنین زبان فرانسوی، که هر کدوم از اینا باشه میتونید شما نمرتون رو بگیرید، چون که میدونید توی کانادا دو زبانه هستن، زبان انگلیسی هست و زبان فرانسوی، که هرچی به سمت شرق کانادا میرین زبان فرانسوی غالب تر میشه و هرچی به سمت غرب میاین زبان انگلیسی. خب از ایژوکیشن، از تحصیلات شروع میکنم که ماکسیموم امتیازش 25 امتیازه، که هر کی میتونه برای خودش رو هم محاسبه بکنه که ببینه آیا به اون 67 امتیاز میرسه یا نه. به عنوان مثال اجازه بدین من یه لحظه باز بکنم، شما اگه چیزی میخواییم بگیم بفرمایید تو من پیدا بکنم. من هم دارم استفاده میکنم. البته راههای مختلفی وجود داره برای مهاجرت، ولی خب بهترین راه و شاید بگیم که امن‌ترین راه همین راهیه که ما اقدام کردیم. و ولی خب راههای دیگه ای هم وجود داره، مثلا ویزای تحصیلی میتونید بگیرید و بیاید، یه سری راههای دیگه هم هست، ولی خب حالا همینو فعلا توضیح بدیم. در این مهارت شغلی که ما از طریقش اومدیم، حالا خوبیش این بود که شما اولین روزی که پاتون رو میذاریم به کانادا، پی آر که اینجا میگن پرمننت رزیدنت، اقامت دائم، بهتون رو دریافت میکنید. ولی خب مثلا راههای دیگه زمان میبره که شما حتی این پی آر رو بتونید بگیرید، که حالا بعدش این پی آر بعد از چندین سال تبدیل بشه به شهروندی. زمان میبره که منظورشون اینه که وقتی که اومدن اینجا زمان میبره دیگه و هزینه بره. ولی خب این فدرال اسکیل ورک خوبیش اینه که اونجا از سمت اون ور یکم زمان میبره، ولی خب وقتی که دیگه وارد شدید اینجا شما با اقامت دائم وارد میشید و خب یه سری بنفیت ها و یه سری خوبیایی داره که اگه از طریق ویزاهای دیگه ای وارد بشین هزینه بر میشه براتون، یه ذره سخت‌تر میشه. آره دیگه، میشه گفت هزینه هایی که انجام میدید برای این روش، که همون فدرال اسکیل ورکر، مهارت شغلی که ما از این راه اومدیم، هزینه هاش میتونم بگم کمتر از راه های دیگه است. از ایژوکیشن یکیشه، تحصیلات، که خب به طب 25 امتیازی که داره برای اونایی که دکترا دارن
بعد از اون برای اون افرادی که فوق لیسانس دارن این امتیاز به 23 امتیاز کاهش پیدا میکنه، برای اونایی که لیسانس دارن 21 امتیاز بعد دیگه فوق دیپلم باشه 19 امتیاز و همینطور میاد پایین تا اگه فقط دیپلم باشه 5 امتیاز تعلق میگیره. این یکی از آیتما بود که شما باید مد نظر بگیرید. بعد از ایژوکیشن میریم به بحث تجربه کاری. تجربه کاری 15 امتیاز داره کلا. از این 15 امتیاز هم با توجه به سابقه کار شماست، سابقه کاری که شما مرتبط با اون رشته‌ای که می‌خواید براش اقدام بکنید باید باشه. اینم البته عرض بکنم که شما وقتی که می‌خواید اقدام بکنید برای مهارت شغلی، رشته‌ای که می‌خواید اقدام بکنید و باید اون سال اداره مهاجرت کانادا جزء اون رشته‌های مورد نیازش اعلام کرده باشه. پس باید وبسایت کانادا رو چک بکنید. از برای تجربه که عرض کردم خدمتتون، هر چی شما تجربه کاری بیشتر داشته باشین امتیاز 15 امتیاز رو میتونید بگیرید. 6 سال یا بیشتر ماکسیمم امتیازه که 15 امتیاز میگیره. 4 تا 5 سال اگه تجربه کار داشته باشید 13 امتیاز میگیره، 2 تا 3 سال 11 امتیاز و اگه فقط 1 سال تجربه کار داشته باشید تو اون رشته 9 امتیاز میگیره. این تجربه کاری نیاز به نامه بیمه نداره، بیمه تامین اجتماعی، یعنی فقط این که شما از کارفرماتون اگه نامه‌ای بگیرید کافیه. بعد بحث بعدی بحث سنه که ماکسیمومش 12 امتیازه. مد نظرتون باشه که زیر 18 سال و 47 سال و بالاترش هیچ امتیازی نداره. پس زیر 18 سال صفر امتیاز سنی و 47 سال و بالاتر هم بازم صفره. حالا این وسط امتیازهایی که میگیره و از همه بیشتره برای بازه سنی بین 18 تا 35 ساله که 12 امتیاز سن رو کامل میگیره، که بعد از اون دیگه هرچی سنتون بالاتر از 35 میره کمتر میشه امتیاز. مثلا 36 سال 11 امتیاز داره، 37 سال 10 امتیاز داره، 38 سال 9 امتیاز، 39 8 47، به همین ترتیب میره تا اینکه 46 سال 1 امتیاز داره و 47 هم که دیگه هیچ امتیازی نداره. حالا این امتیازها رو میتونید با هم جمع بکنید. بعدش که امتیازها رو با هم جمع کردید، به طب این 3 تا امتیاز رو به هم اضافه بکنید، به 67 امتیاز نخواهید رسید. اون چیزی که به شما کمک میکنه که حالا برسید به اون 67 امتیاز، مدرک زبان شما. CLB سیستم زبان دیگه است که اینجا داریم توی کانادا، Canadian Language Benchmark که برای زبان انگلیسیه. اگه CLB 7 بگیرید 4 تا 4 امتیاز میگیرید که میشه 16 امتیاز، که این معادل آیلتس 6 جنراله، که یعنی هر 4 تا مهارت اسپیکینگ، لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ شما 6 باشه، کمتر از اون نباشه. حالا این اگه بالاتر بره، اگه CLB تون 8 باشه 4 تا 5 امتیاز میشه که میشه 20 امتیاز و اگه بتونید CLB 9 بگیرید یا بیشتر که میشه 4 تا 6 امتیاز که میشه 24 امتیاز، یعنی فول امتیاز رو میتونید بگیرید. یه نکته هم باید اضافه بکنم که اگه متأهل هستید، همسر شما مدرک دانشگاهی داره، امتیازی به واسطه ایشون تعلق میگیره، یه امتیازی اضافه میشه که اگه یادم بیاد اون موقعی که ما اومدیم 5 امتیاز به واسطه مدرک لیسانس همسرم هم اضافه شد. بچه دار بودن؟ چطور بچه دار بودن؟ نه، بچه دار بودن هیچ امتیازی رو اضافه نمیکنه داشتن فرزند. همسر شما هم اگه مدرک زبان داشته باشه اون هم میتونه کمک بکنه برای افزایش امتیاز شما برای رسیدن به اون 67 امتیاز. خب من فکر کنم همه چیزها رو در مورد این فدرال اسکیل ورکر پروگرام که حالا اسم دیگه‌ش هم جدیدن میگن اکسپرس انتری گفتم خدمتتون. امیدوارم که موفق باشید هر جا که هستید و حالا میگم مهم نیستش که کجا هستیم، مهم اینه که بتونیم به اون چیزایی که میخوایم، به اون هدفهایی که میخوایم برسیم. دقیقاً همینه، یعنی مهاجرت چیزی نیست که آدم بتونه به کسی پیشنهاد بکنه، این یه چیز شخصیه که یه نفر تصمیم میگیره که مهاجرت بکنه یا نکنه، چون یه راهیه که راه آسونی نیست، یکم سخته. اولش که میخوای بیایی و خودتو سازگار میخوای بکنی با یه فرهنگ غریبه، بالاخره با یه زبان که زبان خودت نیست، تمام اینا رو وقتی در نظر بگیری خب یه چیز سختیه. هر کسی دوست داره که تو کشور خودش باشه و هیچ کس هم دوست نداره که مهاجرت بکنه، ولی خب اون شرایطه که باعث میشه که
یه نفر دوست داره که مهاجرت بکنه و خب سختی های خودش هم داره، ولی خب اگه بتونی سختی ها رو تحمل بکنی و تلاش تو بخوای بکنی، به نظر من میتونی به اون چیزایی هم که میخوای برسی. و حالا من میخوام اضافه بکنم که همه جا خوبی ها و بدی ها با هم دیگه میکسن، با هم دیگه مخلوطن. یعنی هیچ جایی نیستش که بگی اینجا خوبی مطلقه و هیچ جایی نیستش که بگی بدی مطلقه. حالا درصداشون با هم دیگه فرق میکنه. خب به طب ما اینجا اومدیم، توی این 7 سالی که اینجا بودیم خب افرادی رو دیدیم اومدن اینجا بودن، مشغول به کار شدن، خوششون نیومده و برگشتن، و چون که خب گفتن که ما اونجا که توی ایران که بودیم خب خیلی هپی تر بودیم، خیلی خوشحال تر بودیم، خیلی همه چی برامون بهتر بود و برگشتن. و میگم اصلا نمیشه گفتش که کی داره راه درستی رو انتخاب میکنه. یعنی خب هر کسی میتونه خودش انتخاب بکنه که کجا باشه. و میگم یه چیزی هستش که اذیت میکنه خیلی‌ها رو اینجا، حالا میگم نمیخوام مثبت‌ها و منفی‌ها رو بیان بکنم، هی لیست بکنم اینجا، ولی چیزی که میخوام بگم اینه که خیلی مثلا اونایی که برگشتن رو اذیت میکرد مسئله کاری بودش. خب بیشتر بچه‌هایی که اومده بودن اینجا به همین مثلا فدرال اسکیل ورکر کلاس مثلا که اومدن، با رشته‌ای که انتخاب کردن اومده بودن، ولی خب وقتی که میام میبینم واقعا نمیتونن توی اون رشته‌ای که مد نظرشون بوده و از اون طریق اومدن اینجا توی همون رشته کار بکنن، و خب مجبورن که کارهایی انجام بدن که در شأنشون نیست یا هیچ موقع توی ایران انجام ندادن، که اینجا مثلا بهش سروایوال جاب میگن، یعنی کاری انجام میدی که فقط بتونی زنده بمونی که شرایطتو بگذرونی. حالا میگم اگه این کارهایی که انجام میدیم که میتونم بگم اکثر افرادی که حالا مثل ماها بودن همه همین کارو کردیم، یعنی همه اون کارهایی که اصلا تو شأنمون نبوده، تو اصلا فکر نمی‌کردیم تو ایران مثلا حتی یه روزم انجام بدیم و اینجا همه انجام دادیم. ولی خب اگه مدت انجام دادن این مثلا 1 سال 2 سال باشه اوکیه، ولی وقتی که دیگه خیلی طولانی بشه آدم اذیت میشه دیگه، آدم کم میاره، نمیتونه دیگه انجام بده این کارو و مجبور میشه که برگرده. حالا میگم این مثلا یه بحثشه، بحث دیگه هستش بحثای مثلا یه حالت روحی و عاطفی و که مثلا نسبت فرهنگ خودت، نسبت به زبان خودت، نسبت به آداب و رسومی که داشتی، یعنی اون چیزایی که بوده دیگه نمیبینی اون فرهنگ رو، و خب بعضی هم از این خاطر مثلا اذیت میشن. ولی خب به طب چیزای خوبی هم داره که حالا میگم بسته به هر شخصیه که باید ببینه که آقا خوبیا به بدیا میچربه یا برعکس. خب اگه خوبیا به بدیا میچربه تصمیم میگیره که بمونه، اگه هر لحظه احساس بکنه که نه بدیاش دیگه بیشتر از خوبیا شده و قابل تحمل نیست، خب برمیگرده. میگم واقعا هر کسی باید خودش تصمیم بگیره برای زندگی خودش، و من که اینا رو مطرح کردم فقط به دلیل این بودش که بچه‌ها پرسیده بودن از نرگس خانم توی اینستاگرامش، براش فرستاده بودن و خواسته بودن که ما اینو بیان بکنیم. و میگم منم چون که خودم وکیل مهاجرت نیستم، ولی فقط اون تجربه خودم رو با شما در میون گذاشتم که بگم ما این کارو کردیم. اصلا هدف این نیستش که بخوایم مهاجرت رو تبلیغ بکنیم یا حتی مثلا مهاجرت رو در موردش بد بگیم، فقط شیر کردن تجربه خودمون با شما بود. امیدوارم که موفق باشین. من با عزتتون مرخص میشم و نرگس خانم هستم در خدمتتون. با عزتتون، خدا نگهدار. خب دوستان، ممنونیم از آقای بهنام خان که توضیحاتی رو بهمون دادن. امیدوارم که با این اطلاعاتی که گرفتین تصمیم درستی برای خودتون بگیرین. در هر صورت بازم میگم مهاجرت خیلی کار سختیه، یعنی کندن از اون چیزایی که ریشه توه و بهشون علاقه داری کار خیلی سختیه، ولی خب یه شرایطی باعث میشه که آدم تصمیم میگیره و این کار انجام میده. ولی خب بهتره که بهترین راهو در نظر بگیره تا اینکه به مشکل بر نخوره. آدم وقتی که میاد اینجا کم نیاره و به مشکل بر نخوره. و راحت ترین راهش هم به نظر من همین فدرال اسکیل ورکره، چون خب دوستانی هم هستن که از راه‌های دیگه میان، ولی خب یکم تا بیان جا بیفتن یکم براشون سخت میشه. همین، امیدوارم که از این اطلاعات بتونید استفاده بکنید. و یه ویدیو متفاوتی شد امروز، ولی خب بالاخره وظیفه خودم دونستم که این توضیحات رو بدم.
امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش باشید و تا یه ویدیو دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و به خدا میسپارمتون. بای.